خب سلام به همه دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت سلامت کامل باشین. بریم ادامه لایومون رو جلو ببریم. حل سوالای کنکور ارشد صنایع 1400 میخوایم سوال 6 تا 10 رو با هم دیگه حل بکنیم. اگر که مطلب و موضوع خاصی نیست من کامنت ها رو ببندم، سوال ها رو حل کنیم، حالا باز وسطش میام بهتون سر میزنم که ببینیم چی جوری پیش میره. اوزا سلام سلام. خب پس با اجازه یعنی دانشگاه حضوری میشه، دانشگاهی که حضوری شده، دانشگاه حضوری شده با زبون روزه باید برید که میگم بخش فیزیک رو میشه حل کنید. فیزیک مال کنکور کارشناسیه، اینا الان کنکور ارشدن. اگه قسمت بشه یه روزی هم فیزیک کارشناسی رو حل میکنیم. سلام سلام سلام. خب با اجازتون من کامنت ها رو ببندم و بریم سوال ها رو بیاریم جلو. خب بریم سراغ سوال 6 که میشه در واقع همون سوال 36. میگه چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح هست؟ الف مجموعه جواب‌های بهینه هر مدل برنامه‌ریزی خطی محدبه. یعنی منظورش اینه که این مجموعه محدبه. خب این درسته. ببین من یه حالت مثالگونه براتون میزنم. فرض کنید که مسئله ما دو بعدیه. خب توی فضای دو بعدی یا یه نقطه میشه بهینه یا مثلا یه پاره خط میشه بهینه یا مثلا یه نیم خط میشه بهینه. یا اینکه مثلا مجموعه جوابای بهینه‌تون دیگه توهیه، یا میشه نامتناهی، یا اینکه کلا مثلا ناموجهه. توی فضای دو بعدی اگر دقت کنید مجموعه جوابای بهینه‌تون حالا یا توهیه، یا این یه نقطه است، یا این یه پاره خطه، یا این یه نیم خطه. که مجموعه جواب‌های بهینه ما همیشه مجموعه محدبه. چرا؟ چون هر دو تا نقطه ای رو که شما از مجموعه جواب‌های بهینه انتخاب بکنی و به هم وصل کنی پاره خط واصلش هم عضو اون مجموعه هست. اینجا هم به همین صورته. هر دو نقطه ای رو شما انتخاب کنی و به هم وصل کنی پاره خط واصلشون هم عضو اون مجموعه هست. پس مجموعه جوابهای بهینه تو مدل برنامه‌ریزی خطی مجموعه محدبه. حالا این فضای دو بعدی بود. اگه فضای سه بعدی رو هم بخوایم یه ترسیم مختصری روش داشته باشیم، فرض کن که یه همچین حالتیه. یه مجموعه جواب‌های بهینه شما فرض کن دارید که
که به این صورته. حالا توی فضای سه‌بعدی نقطه بهینه شما یا مجموعه جواب‌های بهینه شما مجدداً یا میشه یه دونه نقطه، فرض کنید که فقط این یه نقطه بهینه است، یا مجدداً میشه یه پاره خط، مثلا فرض کنید که یه پاره خط اینجوری بهینه است، یا اینکه مثلا میشه یه صفحه. یه صفحه چجوری میشه؟ مثلا این اتاق رو در نظر بگیرید به عنوان مکعب، گرادیان تا به هدف به این صورته، عمود بر سقفه، مثلا ماکسیموم سازیه، میری بالا کل سقف میشه بهینه. مثلا فرض کنید که کل سقف میشه بهینه. پس اینجا هم مجدداً باز یا یه نقطه بهینه است، یا یه پاره خط بهینه است، یا یه صفحه بهینه است. در نهایت بازم شما هر دو تا نقطه ای رو از مجموعه بهینت، از مجموعه جواب‌های بهینه انتخاب بکنی و به هم وصلش کنی، پاره خط واصل هم باز عضو مجموعه جواب‌های بهینه میفته. پس حالا ما به صورت دو بعدی و سه بعدی بعدهای بالاتر که دیگه نمیتونیم ترسیم بکنیم، این هم حالا تا اونجا که تونستیم مثال زدیم. توی فضای LP یعنی برنامه‌ریزی خطی، توی برنامه‌ریزی خطی یا LP مجموعه نقطه های بهینه، مجموعه جواب های بهینه خودش یه مجموعه محدبه. یعنی هر دوتا نقطه بهینه ای رو انتخاب بکنی از مجموعه، از مجموعه مون هر دوتا نقطه بهینه ای انتخاب کنی و هم وصل کنی، پار خط واصل هم باز عضو مجموعه بهینه هستش. پس الف چیه؟ درسته، میگه مجموعه جواب های بهینه برای هر مدل برنامه‌ریزی خطی محدبه. الف درسته. ب چی میگه؟ میگه هر جواب بهینه مدل برنامه‌ریزی خطی یک نقطه فرین است. نقطه فرین یعنی نقطه گوشه‌ای. خب این غلطه دیگه. میگه هر جواب بهینه حتما نقطه گوشه‌ایه. خب نه. الان مثلا اینجا مجموعه جواب‌های بهینه ما یه دونه نقطه گوشه‌ای داره و بی نهایت غیر گوشه‌ای. درسته؟ این نقطه یه نقطه بهینه است دیگه، ولی یه نقطه بهینه غیر گوشه‌ای، غیر فرینه. نقطه بهینه هست ولی فرین نیست. به میگه هر جواب بهینه مدل برنامه‌ریزی خطی نقطه فرینه، که خب نه دیگه، الان ما تو جواب بهینه چندگانمون یه جواب بهینه یا یه نقطه بهینه ای داریم که فرین نیست. پس به غلطه. پ میگه تعداد نقاط فرینه چند وجهی متناظر با فرم استاندارد هر مدل برنامه‌ریزی خطی با تعداد پایه‌های شدنیش برابره. چند وجهی متناظر یعنی چی؟ یعنی یه مسئله برنامه‌ریزی خطی به شما میدن، شما برو شکلشو بکش، شکل هندسیشو بکش، اون میشه چند وجهی متناظرش با فرم استانداردش. یعنی یه مسئله برنامه‌ریزی خطی به شما دادن، استانداردش کردی، بعد رفتی شکلشو کشیدی، اون شکله میشه چند وجهی متناظر این مسئله ما، مسئله الپیمون. یه بار دیگه میخونیم. میگه تعداد نقطه های فرین یعنی تعداد نقاط گوشه‌ایه چند وجهی متناظر. چند وجهی متناظر یعنی چی؟ یعنی شکلش، شکل هندسیش، شکل هندسی متناظر با فرم استاندارد هر برنامه‌ریزی خطی. یعنی یه مسئله برنامه‌ریزی خطی الپی به شما دادن، حالا S1, S2, S3 رو بهش اضافه کردی، استاندارد شده، بعد رفتی شکلشو کشیدی. میگه نقطه های فرینش با پایه های شدنی کاملا با هم برابرن، که خب این غلطه. چرا؟ چون شما میدونید در موقع تباهیدگی، در زمان تباهیدگی، ما یه نقطه فرینمون ممکنه چند تا پایه داشته باشه. یه شکل بکشیم، الان فرض کنید که این یه مدل برنامه‌ریزی خطیه، ماکسیموم CX، محدودیت اول کوچکتر مساوی از B1، محدودیت دوم کوچکتر مساوی از B2، محدودیت سوم کوچکتر مساوی از B3، محدودیت چهارم کوچکتر مساوی از B4، X هم بزرگتر مساوی از 0. این هم مثلا فرض کنید که دو متغیر است، C1 X1 به اضافه C2 X2.
خب این یه مدل الپی، این یه مدل الپی. فرم استانداردش چی میشه؟ فرم استانداردش یعنی این که شما بیاید اس رو اضافه کنید دیگه، چیز خاصی نیست. به اضافه اس 1 میشه بی 1، به اضافه اس 2 میشه بی 2، به اضافه اس 3 میشه بی 3، به اضافه اس 4 میشه بی 4. پس ما یه مدل LP داشتیم، دو تا متغیر داشت، چهار تا محدودیت داشت. ما استانداردش کردیم، اس ها هم بزرگتر مساوی از صفرن. حالا اومدیم شکل اینو کشیدیم، شکل این یه مسئله دو متغیر است دیگه، x1 و x2 راحت میتونی شکلشو بکشی، چهار تا هم محدودیت داره. اون میشه چند وجهی متناظرش. من میام شکلشو میکشم، آقا این x1 اینم x2، مثلا فرض کنیم محدودیت اوله، این محدودیت دومه، این محدودیت سومه، اینم محدودیت چهارمه. اگر دقت کنی میبینی که ما اینجا توی فضای شدنیمون یه نقطه فرین، دو نقطه فرین، سه نقطه فرین، چهار نقطه فرین و پنج نقطه فرین داریم. نقطه فرین حالا اینجا چند تاست؟ 5 تاست. نقطه فرین چیه؟ نقطه فرین همون نقطه رأسیه، همون نقطه حدیه، همون نقطه گوشه‌ایه، همون جواب پایه‌ای شدنیه که بهش میگیم BFS. اوکی؟ BFS یا Basic Feasible Solution، جواب پایه‌ای شدنی، همون نقطه فرینه. میشه نقطه‌های گوشه‌ای دور تا دور فضای جوابت. 1 2 3 4 5. اما اگه بخوایم پایه‌ها رو بشماریم، پایه متناظر جدول، هر جدول سیمپلکس یه پایه است. اوکی؟ هر جدول سیمپلکس یه پایه است. اصلا شما وقتی سیمپلکس رو حل میکنی میری جلو، یه جدول میری جدول بعدی، یه پایه داری عوض میکنی دیگه، از پایه قبلی داری میری به پایه جدیدت. اوکی؟ پس اگه بخوایم پایه های شدنی رو بخوایم بشماریم، میگیم آقا این یه نقطه غیر تباهیده است، یه دونه جدول داره، یه دونه پایه داره. اینم یه دونه جدول یا یه دونه پایه داره، اینم یه دونه جدول یا یه دونه پایه داره، اینم یه دونه جدول یا یه دونه پایه داره. اما این نقطه یه نقطه تباهیده است، یه نقطه تباهیده است. خودش به تنهایی سه تا جدول داره. اونجایی که تست مینیمم صفر میشه در جا میزنی، داری جدولتو عوض میکنی، داری پایه‌تو عوض میکنی، ولی تو همون نقطه قبلی در جا زدی. پس این نقطه تباهیده خودش به تنهایی سه تا جدول یا سه تا پایه داره. بعضی وقتا که در جا میزنی جدولتو عوض میکنی ولی تو همون نقطه ای. ما الان اینجا چند تا پایه شدنی داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7. پس این که بگیم تعداد نقاط فرین همون تعداد پایه های شدنیه، نه غلطه. چون یه نقطه فرین یا یه نقطه رأسی خودش میتونه در شرایط تباهیدگی چند تا جدول یا چند تا پایه مختلف داشته باشه. این از این. فقط حواستون باشه، ما به این میگیم یک جواب پایه‌ای شدنی. ببین این یه دونه بی اف اس ها، حواست باشه، یه دونه بی اف اس، یک جواب پایه‌ای شدنیه که به خاطر تباهیدگی خودش سه تا پایه داره، سه تا پایه شدنی داره. اوکی؟ پس پایه شدنی با جواب پایه‌ای شدنی فرق میکنه، حواستون باشه. جواب پایه‌ای شدنی یا Basic Feasible Solution یعنی همون BFS، یعنی همون نقطه رأسی. این یه دونه BFS. اگه گفتن چند تا جواب پایه‌ای شدنیه، میگه یه دونه جوابه، یه دونه جواب پایه‌ای شدنیه، یه دونه BFS، ولی چون تباهیده است خودش سه تا پایه شدنی داره. اوکی؟ سه تا پایه شدنی داره. آقا کجا فهمیدید سه تا؟ ببین ما برای تشکیل یه نقطه رأسی توی این فضای دو بعدیمون لازم داریم که دو تا محدودیت هم دیگر رو قطع کنن. اوکی؟ ببین اینجا دو تا محدودیت هم دیگر رو قطع کردن، اینجا دو تا محدودیت هم دیگر رو قطع کردن، اینجا دو تا، اینجا هم دو تا، ولی اینجا سه تا محدودیت هم دیگر رو قطع کرده. ولی ما چند تا لازم داریم؟ ما دو تا
محدودیت مستقل لازم داریم. از بین این سه تا به چند طریق میتونیم دو تاشو انتخاب کنیم؟ میشه سه. پس تعداد پایه های این نقطه رأسی تباهیدمون چند تا میشه؟ انتخاب دو تا محدودیت از بین سه تایی که داریم. به چند حالت میتونیم این کار انجام بشه؟ سه حالت. اوکی. پس الف که میگه مجموعه جواب های بهینه هر مدل برنامه‌ریزی خطی محدبه، خب این درسته. به میگه هر جواب بهینه مدل برنامه‌ریزی خطی یه نقطه رأسیه، که خب این غلطه. گفتیم در شرایط چندگانه بودن ممکنه یه نقطه رویال بهینه بشه که دیگه فرین نیست. پی هم که همین بود، تعداد نقاط فرینه یعنی تعداد نقاط رأسیه چند وجهی متناظره یعنی شکل مربوط به یه مدل برنامه‌ریزی خطی در شرایط استاندارد، میگه با پایه شدنش برابره که نیست. این هم از این. پس تعداد عبارت های صحیح همون میشه همون یه دونه الف. بیام ببینم اوکی. خب آقا حله؟ خیلی خوب. بریم سوال بعدی. سوال بعدی گفته که مدل بهینه‌سازی زیر رو در نظر بگیرید. بذار بنویسمش. خب میگه مدل بهینه‌سازی زیر رو در نظر بگیرید، مجموع مقادیر بهینه متغیرهای دوگان رو از ما خواسته، یعنی حلش کن. بعد با استفاده از شرط مکمل زائد متغیرهای دوگانش رو به دست بیار، بعد مقادیر متغیرهای دوگان رو با هم جمع کن. خیلی خب، حل این سوال که از نظر هندسی کار سختی نیست، یه مسئله دو متغیر است. شکل رو من رسم میکنم، این x1 این x2. محدودیت اول توی 7.5 و 5 محور رو قطع میکنه. اینجا رو مثلا میگیریم 7.5، اینم مثلا این 7.5 باشه، اینو میگیری 5، این میشه محدودیت اول. چون 0 و 0 هم توی 0 میکنه به سمت مبدأ. محدودیت دوم محورها رو توی 6 و خورده ای و 20 قطع میکنه. خب این 7.5 بود، این 5 بود، مثلا اینجا 6 خورده ایه و 20. اگه این 5 باشه اینجا 10، مثلا اینجا میشه 20. از این بالا من بکشم بیارم، این میشه محدودیت دوم که باز به سمت مبدأ، چون 0 و 0 توش صدق میکنه. محدودیت سوممون هم محورها رو توی 6 و 6 قطع میکنه. این مثلا 6 خورده ای بود، 6 میشه اینجا. این هم از این. این هم میشه محدودیت شماره 3. این هم محدودیت شماره 3. این هم باز به سمت مبدأ. ایکس همون هم که مثبت هم. پس در نهایت ناحیه شدنی ما میشه اینجا. خب گرادیان تا به هدف 6 و 8. 6 تا میای سمت راست، 8 تا میری بالا. این میشه بردار C. خط Z مسئله ماکسیمم سازیه، در جهت C حرکت میکنی تا
تا به آخرین نقطه برسی که بعد از اون دیگه از ناحیه خارج میشی. این میشه نقطه بهینه. توی نقطه بهینه اگر دقت کنی هم x1 استار مثبته، هم x2 استار مثبته. x1ش مثبته، x2ش هم مثبته. طبق شرایط مکمل زائد من به شما گفته بودم که x در اسپریم صفره، چون x1 و x2 جفتشون مثبتن، پس اسپریم های متناظرشون میشه صفر. ایاتون باشه خیلی اینا توی جزوه داشتیم، گفتم اگر یه x مثبت بود دور اون x یه خط بکش، بگو محدودیت متناظرش توی دوگان باید به صورت تساوی برقرار بشه، هم محدودیت اول به صورت تساویه هم محدودیت دوم. پس می نویسیم دو تا y1 به اضافه 3 تا y2 به اضافه y3 دقیقا باید مساوی بشه با 6. برای محدودیت دوم همینجور، 3 تا y1 به اضافه y2 به اضافه y3 باید دقیقا مساوی بشه با 8. از طرف دیگه میدونیم که WS هم صفره و از اونجایی که توی نقطه بهینه محدودیت دوم فعال نیست، Sش مثبته، S2 مثبته، پس حتما باید W2 یا Y2 صفر باشه. پس Y2 هم صفره. من Y2 رو هم اینجا پاکش میکنم میره. چرا؟ چون Y2 رو میدونیم صفره. خب دیگه یه دو معادله دو مشهوله، راحت میتونیم حل کنیم. این اگه منهای بالایی کنی دو تا Y1 اینا که ساده میشن مساوی میشه با یه دونه Y1 ببخشید، یه دونه Y1 اینا که ساده میشن مساوی میشه با 2. از طرف دیگه 2 رو بذاری اینجا میشه 4 به اضافه 2 6، پس Y3 هم میشه باز مجددا 2. خیلی خب، پس Y2 که 0 شد، Y1 که 2 شد، Y3 هم 2 شد. مجموع مقادیر بهینه دوگان، مجموع مقادیر بهینه دوگان میشه 2 به اضافه 2 به اضافه 0 یعنی 4. خیلی خب، پس ما اینو هندسی حل کردیم، نقطه بهینه اولیه رو به دست آوردیم. حالا مختصاتش رو نرفتیم حساب کنیم چون به دردمون نمیخورد، ولی فهمیدیم در نهایت این نقطه است. بعد با استفاده از شرط مکمل زائد نقطه متناظرش تو دوگان رو به دست آوردیم. با استفاده از شرط مکمل زائد نقطه متناظرش تو دوگان رو به دست آوردیم و این رو هم میدونیم که نقطه بهینه اولیه متناظرش میشه بهینه دوگان. ما با استفاده از شرط مکمل زائد رفتیم نقطه متناظر بهینه اولیه رو به دست آوردیم که اون طرف شد بهینه دوگان دیگه. پس این نقطه بهینه دوگانه، مقادیرش رو جمع کردیم شد 4. این دو تا سوالی که الان حل کردیم سوال آسونی بودن، یعنی به نظر من اگر کسی دنبال اینه که بتونه حالا درصد خوبی از طریق در عملیات بزنه باید این سوالا رو حل بکنه. این سوالا سوالایی نیستش که یه نفری که حالا خوب خونده، تلاش کرده، زحمت کشیده به راحتی از سر جلسه کنکور از دستش بده. این دوتا سوالی که حل کردیم جز سوالایی بود که راحت میشد زد، چون سوالای دیگه ای ما داریم که سوالای سخت و سنگینی هم، یعنی احتمالا اونا رو نمیشه زد. خب برای اینکه بتونید یه درصد حد اقلی رو از طریق درآمدیات کسب کنید این سوالا رو باید حتما بزنید، یعنی این سوالا رو اصلا نباید از دست بدید. بیام ببینم که چطور اوضاع. خب آقا اوکیه، بریم بعدی. خیلی خب، بریم جلو سوال بعدی.
خب سوال بعدی، سوال بعدی سوال سختیه، این واقعا سوال راحتی نیستش. میگه مینیموم زیگما اف آی زد آی، آی از یک تا این رو ما بهش میگیم یک ساختار تفکیک پذیر. حالا محدودیتش هم خطیه. یعنی چه یک ساختار تفکیک پذیر؟ که در آن اف یک تا اف این توابعی تک متغیره هستند. یعنی چی؟ اگه اینو بازش کنم این میشه آی از یک تا این دیگه، میشه اف یک زد یک به اضافه F2 Z2 به اضافه ال آخر تا Fn Zn. داره میگه F1 F2 تا Fn توابع تک متغیره هستن. تک متغیره هستن یعنی چی؟ یعنی مثلا F1 Z1 یه تابع بر حسب Z1 فقط. مثلا اینجوریه، چه میدونم Z1 به توان 2 به اضافه 2 تا Z1. میبینی یه تابع تک متغیر است فقط بر حسب زد یک. یا مثلا اینجا اف دو زد دو فقط یه تابع بر حسب زد دو، مثلا چه میدونم یعنی لوگاریتم زد دو به اضافه مثلا زد دو به توان سه. میبینی فقط بر حسب زد دو. یا مثلا اف ان زد ان یه تابع تک متغیر فقط بر حسب زد ان، مثلا هست رادیکال زد ام به توان 5 منهای 2. ببینی اف 1 زد 1 یه تابع تک متغیر فقط بر حسب زد 1، اف 2 زد 2 یه تابع تک متغیر فقط بر حسب زد 2، اف ان زد ان یه تابع تک متغیر فقط بر حسب زد ان، که اینا با هم دیگه جمع شدن. ببینی ضربی بینشون نیست، کاملا جدا هن. این یه جمله جداست به اضافه یه جمله جدا به اضافه یه جمله جدا، اصلا کاری با هم دیگه ندارن، کاملا تفکیک شدن، تفکیک پذیرن. به این مدل میگن یه مدل تفکیک پذیر، اون محدودیتش هم خطیه. اوکی، حالا میگه تحت کدام یکی از شرایط گفته شده مدل زیر یه مدل تفکیک پذیر میشه. مدل زیر حالا چیه؟ مدل زیر هست مینیمومه x به اضافه y به اضافه آلفا x y به اضافه بتا y به توان 2. خب ما باید این مدل رو یه جوری تفکیک کنیم که مثلا یه جملمون بشه فقط مربوط به متغیر x، یه تک متغیره x بشه، به اضافه یه جملمون هم کلا بشه مربوط به ایگرگ. میبینی این جمله کلا مربوط به زد 1، این جمله کلا مربوط به زد 2، این جمله مثلا کلا مربوط به زد ان، با هم جمع شدن. پس ما اینجا باید یه جمله رو دو تا متغیر داریم x و y، باید یه جمله رو کلا بدیم به x، بگیم فقط توش x باشه، یه تابع تک متغیره بر حسب x، به اضافه یه جملمون هم کلا y به اضافه یه تابع تک متغیره بر حسب ایگرگ. ببینیم میشه اصلا چنین کاری کرد؟ خب اینجا یه دونه x داریم، بدون ایگرگ داریم، x ایگرگ داریم و اینم دوباره ایگرگه. مثلا بخوام اینو اینجوری بنویسم، میگم ایگرگ به اضافه یه بتا ایگرگ دو، خب این یه جمله، به اضافه x به اضافه آلفا ایکس ایگرگ. خب اگر دقت کنی این جمله کامل بر حسب ایگرگه، مثلا میشه اف یک ایگرگ یه تابع تک متغیره کلن بر حسب متغیر ایگرگ، این جمله مثلا میشه اف دو ایکس یه تابع تک متغیره کلن بر حسب ایکسه، از هم جدا هن. اما کار ما رو این خراب کرده، ببین x ضرب در ایگرگه، x ضرب در ایگرگ رو نمیتونی بازش کنی، نمیتونی جدا کنی، xشو مثلا بدی به این، ایگرگشو بدی به این، این کار ما رو خراب کرده. پس یه جواب خیلی آسون که به ذهن الان هممون میرسه
اینه که از شر این راحتیم دیگه. از شر این راحتیم یعنی چی؟ یعنی آلفا صفر باشه. آلفا صفر باشه. من آلفا رو بذاریم صفر. میگیم آقا اگه آلفا صفر باشه خب این جمله حذفه. این جمله هم حذف میشه. کلن این میشه یه تابع تک متغیر بر حسب ایگرک. این هم میشه یه تابع تک متغیر بر حسب ایکس. و اصلا هم جدا میشن. به تو هم هر چی میخواد باشه، به تو مهم نیست، دو باشه، سه باشه، پنج باشه، کاری نداره به ما. پس به تو دلخواه. آلفا صفر، به تو دلخواه. اما تو گزینه ها نیست. نگاه میکنی میبینی آلفا مساوی با صفر، به تو دلخواه تو گزینه ها نیستش. پس یعنی مسئله به این آسونی که الان ما فکر کردیم نیست. یعنی نمیتونی آلفا رو صفر بذاری از شر ایکس ایگرگ راحت شی. باید این ایکس ایگرگ رو یه جوری تجزیهش کنی. باید ایکس ایگرگ رو یه جوری چیکار کنی؟ تجزیهش کنی. یعنی ضرب دو تا متغیر ضرب ایکس و ایگرگ رو یه جوری با تجزیهش کنی. انقدرم آسون نیست که بری تو گزینه‌ها بگی خب اوکی آلفا صفر، بتا هم هر چی. حالا اینو چجوری تجزیه کنیم؟ ببین من اینو پاک کنم. یه اتحادی داشتیم دبیرستان، میگفتیم آه منهای بی ضرب در آه به اضافه بی مساوی میشه با آدو به اضافه بی دو. یادتون اینو؟ آه منهای بی ضرب در آه به اضافه بی میشد آدو به اضافه بی دو. الان نگاه کن، یه پرانتز ضرب شده توی یه پرانتز دیگه، دو تا عاملی که تو هم ضرب شدن، یعنی یه عبارت ضرب در یه عبارت دیگه، اومده اینو تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده به یه عبارت به اضافه یه عبارت دیگه. اوکی؟ ببین ما اینجا یه عبارت رو ضرب کرده بودیم توی عبارت، تبدیل میشه به یه عبارت به اضافه یه عبارت دیگه. اوکی؟ یعنی در واقع ضرب دو تا عبارت رو تبدیل کرده به جمع دو تا عبارت و از هم کاملا جدا. این آ به توان دوه به اضافه اون بی به توان دو، یعنی کاملا از هم چیکار کرده؟ جدا کرده. مثلا فرض کنید که این همون ایکس ماه، این هم ایگرگه، ما میخوایم جداش کنیم. ایکس ضرب در ایگرگ رو میخوایم چیکار کنیم؟ جدا کنیم که تو هم دیگه ضرب نباشن، جمله‌شون از هم جدا بشه. فرض کنید که این عبارت اول ایکس، این عبارت دوم هم ایگرگه. پس من میتونم ایکس ضرب در ایگرگ رو تبدیل کنم به چی؟ تبدیل کنم مثلا به آدو به اضافه بی دو. به چه شرطی؟ به شرط این که x باشه آ منهای b و y هم باشه آ به اضافه b. اوکی؟ پس من میتونم x ضرب در y رو وردارم به جاش بذارم آ دو به اضافه بی دو، به شرط این که این x همون آ منهای b باشه و این y همون آ به اضافه b باشه. از این اتحاد کمک گرفتم، گفتم آقا این ضرب در اینو میخوام باز کنم به این تبدیل کنم، به شرط این که x همون آ منهای b و y همون آ به اضافه b باشه. خب اگه این کارو کنیم چی میشه؟ میگیم آقا این x ضرب در y رو بردار به جاش بذار آ به توان دو به اضافه بی به توان دو. خب به شرط این که ایکس باشه آ منهای بی و ایگرک باشه آ به اضافه بی. اینجا هم پس ایگرک باید بشه آ به اضافه بی. اوکی؟ الان دیگه متغیرهای ما آبی هن دیگه، ایکس و ایگرک رو گذاشتیم کنار، عوضشون کردیم، متغیرهای ما الان A و B هن. ببینیم با این کاری که انجام دادیم اوکی میشه یا نه.
الان مدل ما چی شد؟ مدل ما شده مینیمم. خب یه آ اینجا دارم، یه آ هم اینجا دارم، دو آ، یه آلفا آ دو هم اینجا دارم، میشه دو آ به اضافه آلفا آ دو. خب به اضافه یه منهای بی، یه به اضافه بی اینجا با هم دیگه ساده میشه، یه آلفا بی به توان دو دارم به اضافه آلفا بی به توان دو، و در نهایت اینم جمله آخرمونه، بتا این پرانتز به توان دو به اضافه بتا آی به اضافه بی به توان دو. خب اگر دقت کنی الان این میشه کلن بر حسب A یه تابع تک متغیره بر حسب A، پس میذاریم اسمشو F1A. این چی؟ اینم کلن بر حسب B، یه تابع تک متغیره بر حسب B F2B، تا اونجایی که فعلا تا اونجایی که ما میخواستیم اصلا جدا شدن، این کلن بر حسب A، اینم کلن بر حسب B. اما این دوباره باز کار خراب کرده، این چیه اینجا دوباره اضافه شده؟ ببین A به اضافه B به توان دو، اینو دوباره نمیتونی A و B رو باز کنی. چرا نمیتونی؟ چون اگه اینو بازش کنی دوباره میشه A2 به اضافه B2 به اضافه 2AB، این 2AB دوباره کار خراب میکنه، A دوباره ضرب در B میشه، دوباره روز از نو روزی از نو. پس دیگه اینجا باید از شر این جمله خلاص شد، بتا باید صفر باشه، بتا رو صفر میذاریم، کلن از شر این جمله چی میشیم؟ راحت میشیم. اگه بتا رو صفر بذاری این جمله پاک میشه میره پیکارش. این میشه کلن بر حسب متغیر A، این میشه کلن بر حسب متغیر B. پس اگر بتا رو صفر بذاریم کار ما حل میشه دیگه. حالا آلفا چی باشه مهم نیست، اینجا آلفا دوه، نمیدونم پنجه، هر چی هست اصلا مهم نیست. ما میخواستیم کلن اینو بذاریم بر حسب متغیر A، اینم بر حسب متغیر B، دو تا تابع تک متغیری جدا که اگر بتا رو صفر بذاریم این جمله پاک میشه میره، از شر این راحت میشیم، آم هر چی بود بود. پس جواب میشه بتا مساوی با صفر آلفا دلخواه، که این جواب توی گزینه ها هستش و سوال واقعا سختی بود. بیام ببینم که اوکی یا نه. خب آقا ردیفید؟ خب خدا رو شکر. این مثلا سوالی بود که واقعا سلام آیه علی، علی جان عزیز خیلی مخلصیم، آقا ما درس پس میدیم پیش شما، ما دیگه مسیر شما رو داریم ادامه میدیم دیگه، پامون رو داریم میذاریم جای پای شما، ایشالله که یه تایمی هم یه روزی هم ایشالله شما بیایی سوالای مربوط به کنکور 1400 دکتر اینا رو حل کنی ما حال کنیم. خب با اجازت من کامنت ها رو مخلصیم با اجازت من کامنت ها رو ببندم بریم سوال بعدی تا ببینیم که سوال دیگه چی میگه. خب سوال بعدی هم سوال آسون، یعنی آسون که نمیشه گفت، ما سوال آسون نداریم که بگیم آقا این سوال گلابیه همه باید میزدن، ولی سوالیه که اگر شما خونده بودی، یعنی درس رو بلد بودی، یه چند تا تمرین هم حل میکردی که دستت دو افتاده باشه دیگه اینو میزدی، یعنی اونقدری سوالی نیستش که
نکتش نباشه، مثلا تو کتابا نباشه، تو کنکورهای سالهای قبل نباشه، تو جزوه ها نباشه. این هم جزء سوالیه که میشد راحت از پسش برمون. میگه مینیموم z مساوی هستش با x1 به اضافه 3 تا x2 به اضافه 2 تا x3 a x1 به اضافه b x2 به اضافه c x3 بزرگتر مساوی از d، x بزرگتر مساوی از 0 و عدد صحیح. مثلا 0 1 2 3 4 5 6 عدد صحیح. خب به ما گفته d مساوی هست با 6a مساوی با 2b مساوی با 3c. d هم مثبته. میگه این مدل چند جواب بهینه داره؟ ببین تو مسائل برنامه‌ریزی خطی یعنی LP ما یا نقطه بهینه نداریم، اگه مثلا ناموجه باشه یا جواب بهینه نامتناهی باشه، یا نقطه بهینه نداریم یا فقط یه نقطه بهینه داریم که یه نقطه گوشه‌ایه، یا اگر بیش از یه نقطه بهینه شد دیگه بی نهایت جواب بهینه داریم در شرایط جواب بهینه چندگانه. پس ما یا اصلا نقطه بهینه نداریم تو مسئله LP که یا مسئله ناموجهه یا بیکرانه، یا فقط یه نقطه بهینه داریم که قطعا یه نقطه گوشه‌ایه و جواب بهینه منحصر به فرده، یا اگر بیش از یه نقطه بهینه شد جواب بهینه‌مون چندگانه است و ما بیشمار نقطه بهینه داریم. دیگه دو تا نقطه بهینه، نمیدونم سه تا نقطه بهینه، پنج تا نقطه بهینه امکان نداره، تو مسائل LP وجود نداره. ولی تو مسائل ILP یعنی اینتیجر، مسائل برنامه‌ریزی عدد صحیح، ممکنه مثلا سه تا نقطه بهینه داشته باشی، ممکنه پنج تا نقطه بهینه داشته باشی، ممکنه دو تا نقطه بهینه داشته باشی. اوکی، پس این فرق هم بین LP و ILP وجود داره. تو LP یا نداریم یا یه دونه یا بیشمار، توی ILP یا برنامه‌ریزی عدد صحیح ممکنه مثلا سه تا نقطه بهینه باشه، ممکنه پنج تا باشه. بعد بریم ببینیم که الان توی سوال ما چند تا نقطه بهینه داریم. خب اینجا ما A داریم، B داریم، C داریم، D داریم که همشون هم با هم رابطه دارن. خب بهتره که همه رو بر حسب یه پارامتر بنویسیم که راحت بشه. مثلا من همه رو بر حسب D می نویسم. A میشه D شیشم. میگیم D شیشم X1 به اضافه B میشه چی؟ B میشه D دوم به اضافه D دوم x2 به اضافه c میشه چی؟ c میشه d سوم به اضافه d سوم x3 بزرگتر مساوی از d. خب از اونجایی که d مثبته من میتونم طرفین رو تقسیم بر d کنم و جهت نامعادلم عوض نشه. یه 6 هم اگه ضرب کنیم توش دیگه ساده تر میشه، میشه x1 به اضافه 3 تا x2 به اضافه 2 تا x3 بزرگتر مساوی از 6. خب عملا این طور به هدف ماه، x ها مثبت و عضو اینتیجرن، یه دونه محدودیت داریم. ما میخوایم x1 به اضافه 3 x2 به اضافه 2 x3 رو مینیموم کنیم. یه نگاه بنداز، x1 به اضافه 3x2 به اضافه 2x3 رو میخوایم مینیموم کنیم. محدودیتمون هم داره میگه x1 به اضافه 3x2 به اضافه 2x3 کوچیکتر مساوی از 6، ببخشید بزرگتر مساوی از 6. یعنی اگر مینیمومش کنیم دیگه کم کم کفش 6ه، از 6 دیگه کمتر اصلا نمیشه، محدودیت ماه. پس در واقع مینیموممون یا همون زدستارمون، زدستارمون همون 6 دیگه. ما میخوایم این عبارت رو مینیمم کنیم که کف کفش
با توجه به محدودیت ها 6. یعنی مینیموم ترین مقدار تا به هدف یا زد استار ما میشه 6. و هر نقطه‌ای که تو محدودیت ها صدق بکنه و این عبارت رو مساوی با 6 بکنه میشه نقطه بهینه. فقط کافیه که ایکس ها مثبت باشن و اینتیجر باشن. مثلا چی؟ مثلا من میگم آقا x1 رو میذارم 6، x2 0، x3 هم 0. نقطه 6 0 0 تو محدودیت ما صدق میکنه، مقدار تا به هدف رو هم میکنه 6. نقطه بهینه است دیگه. x1 رو گذاشتم 6، اون دوتا 0. یه جواب دیگه میتونه چی باشه؟ x1 رو بذاریم 5 میشه. x1 رو اگه بذاری 5، این دوتا باید با هم دیگه بشن 1 که امکان پذیر نیست. پس x1 نمیتونه 5 باشه. x1 رو مثلا بذارم 4، این دوتا باید رو هم دیگه بشن 2، جمعشون باید بشه 2. مثلا اینو میذارم 0، x3 رو میدم 1. یا مثلا x1 رو میذارم 3، اون وقت این دوتا جمعشون با هم دیگه باید بشه 3، x2 رو میدم 1، اونم میدم 0. یا مثلا x1 رو میدم 2، اگر x1 2 باشه اون وقت این دوتا جمعشون با هم باید بشه 4، مثلا x3 رو میدم 2، اینم میدم 0. یا مثلا x1 رو میدم 1، x1 رو بدم 1، این دوتا جمعشون با هم باید بشه 5، اینو میدم 1، اینم میدم 1. یا مثلا x1 رو میدم 0، x1 رو بدم 0، این دوتا جمعشون باید بشه 6. مثلا x2 رو میتونی بذاری 2، اونو 0. یا یه جور دیگه x1 رو میذارم 0، این دوتا جمعشون باید بشه 6، اینو میدم 0، x3 رو میدم 3. و دیگه همین هست دیگه، جور دیگه ای نیست. چند تا شد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. ما 7 تا جواب میتونیم به صورت مثبت و عدد صحیح ایجاد بکنیم که محدودیت ما رو دقیقا بیاره بکنه 6، که همون مینیموم ترین مقدار تا به هدفه دیگه. زد استار از 6 هم که دیگه کمتر نمیشه. اوکی، پس ما 7 تا جواب بهینه داریم. تو گزینه ها هم اگر نگاه کنی گفته 1 که خب معلومه 1 نیست، 3 که 3 هم نیست، 6 و 7. 6 ان شاء الله یه ذره نزدیک بود، امکان داشت اشتباه کنیم، ولی خب ما 7 رو شمردیم دیگه. 7 رو شمردیم و جواب بهینه ما 7 است، یعنی 7 تا نقطه بهینه داریم. اینم از سوال 39 بود. بریم سراغ سوال آخر. سوال آخر هم سوال سختیه، اونم سوال آسونی نیست، ولی قبلش من بیام ببینم شما اوکی نیه. خب آقا اوکی این؟ خب بریم پس بعدی. یه چند نفر تو پیام گفته بودن لایو رو سیف کنید، لایو رو میذاریم توی، حالا اگه بشه ایشالله میذاریم تو آپارات. میگن چه درسی هستش؟ این درس مربوط به کنکور ارشد مهندسی صنایع است، درس تعقیب بر عملیات. بریم سال بعدی، سال آخرم. خب اگر یادتون باشه ما میگفتیم فقط x بزرگتر مساوی از صفر برای ما مقید حساب میشه. اگر مثلا x بزرگتر مساوی از 2 باشه
یا مثلا x بزرگتر مساوی از منهای 5 باشه، حالا چه مثبت چه منفی فرق نداره، این دیگه برای ما مقید حساب نمیشه. ما x بزرگتر مساوی از 0 رو به عنوان یه متغیر مقید حساب میکنیم. پس اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید یه جوری هندلش کنیم. مثلا اگر باشه x بزرگتر مساوی از l، حالا فرق نمیکنه l چه مثبت باشه چه منفی باشه، برای مهم نیست. میگیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا اینو اینجوری بنویس، بگو x منهای l بزرگتر مساوی از 0، بعد بیا x منهای l رو بگیر x پریم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میگیم x پریم مساوی هستش با x منهای l که دیگه x پریم مثبته، x پریم بزرگتر مساوی از 0. بعد میتونی با x جایگزینش کنی. جایگزین کنی یعنی چی؟ یعنی به جای x تو همه جای مسئله x پریم بذاری. رابطه شون چیه؟ اینو میبریم اون طرف، میگی x مساوی میشه با x پریم به اضافه l. پس هر جای دیگه توی مسئله x داشتی، میری به جاش x پریم به اضافه l رو جایگذاری میکنی که x پریمت دیگه بزرگتر مساوی از 0. خیلی خوب، اگر اینجوری بود چی؟ x کوچکتر مساوی از l بود، l هم مثبت منفی فرق نمیکنه، منهای 5 باشه مثبت 10 باشه، l دیگه یه عدد، هر عدد، اینو چیکار میکردی؟ میگفتی آقا l منهای x میشه بزرگتر مساوی از 0، بعد l منهای x رو میگیریم x پریم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ x پریم مساوی هستش با l منهای x که x پریم دیگه مثبته، x پریم بزرگتر مساوی از 0. اون وقت میتونی جایگذاری کنی، اینو میاری این طرف، اینو میاری این بر، x مساوی میشه با l منهای x پریم. پس هر جایی توی مسئله x داشتی، میری به جاش l منهای x پریم رو قرار میدی که در نهایت اون پایین هم نوشته شده x پریم بزرگتر مساوی از 0. اوکی؟ خب اینا رو گفتیم که یه مروری بشه، اینا رو تو جزوه هم داشتیم دیگه، اینا رو داشتیم و حل کرده بودیم و مثالش هم دیده بودیم. حالا بریم سراغ این سوالمون، که این سوالمون هم تقریبا سوال آسونی نیست، این سوال سختیه. بریم ببینیم چی میگه. خب میگه در مدل برنامه‌ریزی خطی زیر، همه اجزای مدل فرم استاندارد رو دارن به جز متغیر xn که یه متغیر کران داره. ببین اومده گفته xj بزرگتر مساوی از 0 برای j های 1 تا n منهای 1، یعنی x1 x2 x3 x4 تا xn منهای 1 بزرگتر مساوی از 0. ولی xn یه متغیر کران داره، مثلا بزرگتر مساوی از l، کوچکتر مساوی از l. میگه وضعیت این الان برای ما نامشخصه چون کران داره، میخوایم اونم استانداردش کنیم. چی کار کنیم؟ کدام یکی از گزینه‌های زیر نادرست است؟ ببینیم گزینه یک چی میگه. خیلی خوب، بریم ببینیم گزینه یک چی میگه. گزینه یک میگه اگر xn بزرگتر مساوی از l و l منفی باشد، اگر xn بزرگتر مساوی از l و l منفی باشد، اولا اینکه l منفی باشد مثلا l منفی 2ه، اصلا مهم نیست l اصلا مثبت یا منفیه، مهم نیست، ما گفتیم l دیگه، این پس هیچ، این یه اطلاعاتیه که اهمیتش اندونه نداره. اینو چیکار میکردیم؟ میگفتیم xn منهای l بزرگتر مساوی از 0، xn منهای l رو میگرفتیم xn پریم، در نتیجه xn پریم میشه همون xn منهای l که xn پریم بزرگتر مساوی از 0. و بعد جایگزین میکردیم دیگه، اینو میبردیم اون طرف، اون این طرف، به جای xn جایگزین میکردیم.
میگه اگر xn بزرگتر مساوی از l و l منفی باشد میتوان با تغییر متغیر xn پریم مساوی با xn منهای l xn رو جایگزین کرد که xn پریم بزرگتر مساوی از صفر. خب این که درسته، این درسته. سوال گفته کدام نادرست است دیگه، این درسته. ببینیم دو چی میگه. دو میگه اگر xn کوچکتر مساوی از l کوچکتر مساوی از صفر باشد. خب این یعنی چی؟ این یعنی xn کوچکتر مساوی از l و l کوچکتر مساوی از صفره. xn کوچکتر مساوی از l و l کوچکتر مساوی از صفره. خب این که باز مهم نیست اصلا l چیه، l منفیه باشه به ما چه، اصلا ربطی نداره. اینجا xn منهای l باشید l منهای xn میشه بزرگتر مساوی از صفر که ما اینو میگیریم xn پریم و چه اتفاقی میفته؟ xn پریم میشه l منهای xn که xn پریم بزرگتر مساوی از صفره. ببینیم گزینه چی گفته در ادامه. گفته اگر L کوچکتر مساوی از صفر و بزرگتر مساوی از xn باشد میتوان با تغییر متغیر xn پریم مساوی با L منهای xn xn رو جایگزین کرد در شرایطی که xn پریم بزرگتر مساوی از صفر باشه. با xn پریم بزرگتر مساوی از صفر جایگزین کرد. خب اینم درسته. سوال گفته کدوم غلطه دیگه، تا اینجا یک و دو درسته. بریم سراغ سه. سه میگه اگر xn بزرگتر مساوی از l و بزرگتر مساوی از صفر باشد آنگاه. خب این چی میگه؟ این داره میگه دوباره xn بزرگتر مساوی از l و l هم بزرگتر مساوی از صفر. اوکی؟ xn بزرگتر مساوی از l و l هم بزرگتر مساوی از صفر. خب باز مجددن این L مثبت، L مثلا 5، خب 5 که 5 اصلا با ما ربطی نداره، این برای ما اصلا مهم نیست. این دوباره میشه xn منهای L بزرگتر مساوی از صفر، اینو میگیری xn پریم، در نتیجه xn پریم مساوی میشه با xn منهای L و میدونیم که xn پریم بزرگتر مساوی از صفره. میگه اگر گزینه سوم xn بزرگتر مساوی از l بزرگتر مساوی از صفر باشد آنگاه میتوان با تغییر متغیر xn پریم مساوی با xn منهای l xn را با xn پریم بزرگتر مساوی از صفر جایگزین کرد که اینم درسته. بریم سراغ آخری. آخری دیگه حتما باید غلط باشه. میگه اگر xn بزرگتر مساوی از صفر کوچکتر مساوی از l باشد. این یعنی چی؟ این یعنی xn بزرگتر مساوی از صفر و xn کوچکتر مساوی از l. اوکی. اگر xn بین 0 تا l باشد یعنی چی؟ یعنی xn بزرگتر مساوی از 0 و xn کوچکتر مساوی از l. خب اگر ما بیایم اینجا همون کاره قبلی رو ادامه بدیم میگیم l منهای xn بزرگتر مساوی از 0
بعد میایم میگیم آقا المن های ایکس ان رو بگیر ایکس ان پریم، که چه اتفاقی میفته؟ ایکس ان پریم میشه المن های ایکس ان و مثبت. حالا میخوایم جایگذاری کنیم دیگه. جایگذاری کنیم یعنی چی؟ یعنی اینو مثلا میارم این طرف، xn مساوی میشه با المن های xn پریم. یعنی هر جای مسئله xn دیدی برو به جاش اینو قرار بده. میدیم تون کل مسئلهمون قرار میدیم میایم اینجا، اینم هست دیگه، هنوز اینجا هم باید به جای xn قرار بدی المن های xn پریم. المن های xn پریم محدودیتش هم اینه بزرگتر مساوی از صفر، که این خودش دوباره میشه xn پریم کوچکتر مساوی از l. این باز دوباره اوکی نشد. پس اگر ما این تغییر متغیر رو بدیم اون ته بریم بنویسیم xn پریم بزرگتر مساوی از صفر، بعد بریم xn رو پیدا کنیم تو کل مسئله و محدودیت ها جایگذاری کنیم، آخرش اینجا هم جایگذاری کنیم، دوباره میشه xn پریم کوچکتر مساوی از l. این دوباره به بنبست میخوریم، اون چیزی که میخواستیم اتفاق نمیفته. پس گزینه چهارم که میگه اگر این باشد میتوان با تغییر متغیر xn پریم مساوی با المن های xn xn را با xn پریم بزرگتر مساوی از صفر جایگزین کرد به هیچ مشکلی برای اون پیش نیاد، نادرسته. چون برداری بری اینو جایگذاری کنی آخرش این حالمون رو میگیره، یعنی دوباره مجددن همون مشکل برای ما به وجود میاد. پس گزینه چهاره غلطه، نمیتونه اون چیزی که ما میخوایم رو برامون فراهم بکنه. این هم سوال سختی بود، این هم انتظار نمیرفت که سر جلسه بتونه کسی خیلی راحت پسش برمیاد. خب ما 5 تا سوال دوم هم حل کردیم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بیام ببینم موضوعتون چطوره. اگر مشکلی نیست که دیگه قطع کنیم و ادامهشو بذاریم برای فردا شب. فردا شب اوکی این دیگه. میگن گزینه 4 نشد، اون چیزی که ما میخواستیم نشد، xn کوچکتر مساوی از l رو مثل همون قبلی ها رفتیم جلو تا آخرش رفتیم، بعد که اومدیم جایگذاریش کنیم، یعنی تو بقیه محدودیت ها و تا به هدف و همه جا اومدیم جایگذاری کنیم، اون آخرش که xn بزرگتر مساوی از صفره توی اون جایگذاری کنی آخرش دوباره میشه xn پریم کوچکتر مساوی از l، یعنی حل نمیشه، موضوع من حل نمیشه. خیلی خوب، فردا شب پس ما میریم سراغ 5 تا سوال بعدیمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر کاری ندارین که دیگه خلاصه این قرارتش کنیم. ممنونم، شبتون بخیر باشه.